دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدین. میخوایم امروز با همدیگه ترک برایه از شروین رو آنالیز و ریاکشن بکنیم. همونطور که همتون به حال این آهنگو بیشتر از شاید 100 بار گوش دادین و من هم خودم واقعا بیشتر از 100 بار گوش دادم. در واقع ماهیت این ویدیو ماهیت ریاکشن برای بار اول نیست، برای بار 100مه. من فکر میکنم که این ترک رو اگر که 500 بارم گوش کنیم هنوز حرف برای گفتن داره، هنوز غم داره و من خودم ایمان دارم که من هم مثل شما و شما هم مثل من، هممون حداقل با نمیدونم شاید 10 جملهش اشک ریختیم و بغض کردیم و هر کدوم با خیلی از جملاتش همزاد پنداری کردیم. ترکیه که واقعا از دل هممون در اومد و شروین یک نمادی بود از همه ماها و شروین آرتیستی بود که حرف دل همه ماها رو به زبون آورد و من فکر میکنم این ترک یک ترک ملیه و حرف مشترک همه ما جوونها از هر قشر سنی تا به بالاست، حرف همه مردم ایرانه که حالا توسط این هنرمند برجسته در واقع عنوان شد. این ویدیو همین امروز تهیه شده و در واقع بعد از زندانی ایشون و من چیزی جز خشم و نفرت نیست که شما چطور صدای یک هنرمند رو میخوای که قطع کنی و این هنرمند رو دستگیر میکنی، هنرمندی که جز حرف مردم زدن حرفی نزده و جز بیان درد کاریو نکرده. من خیلی خوشحالم که دیدم قبل از اینکه حالا ایشون پستو پاک کنه، یعنی مجبورش کنن که اون پستو پاک کنه، نزدیک به 40 میلیون بازدید داشته و این نشون از این داره که تمام مردم ایران حرف مشترکشون بوده و حتی من ایمان دارم اون کسی که ما رو داره میزنه هم این درد مشترک رو داره، یا خودش نمیدونه یا خودش زده به ندونستن و نفهمی، چون که درد مشترک همه ما مردم ایران مشخصه که چیه و این آهنگ هم چیزی جز درد مشترک هممون نگفته. بچه‌ها الان دارم باهاتون صحبت میکنم به یاد داستان زندگی خودم میافتم که براتون خیلی کوتاه میگم که من هم مثل، یعنی من شما منیم و هممون یک نفر هستیم و هممون ماهایی هستیم که صدماتی خوردیم که بعضن جبران ناپذیر هست. خود من از خانواده‌ای بزرگ شدم که خانواده من بنیه مالی قوی نداشتن. من فکر می‌کردم که با تحصیلات هم میتونم یک آینده خوب برای خودم بسازم. اون زمان که درس خوندم خیلی زیاد لیسانسمو در علم و صنعت مهندسی عمران گرفتم و فوق لیسانسمو در دانشگاه تهران مهندسی عمران سازه‌های دریایی گرفتم و با بالاترین معدل فوق لیسانسمو گرفتم. 5 تا پیپر داشتم. همون موقع فعالیت بزرگی علمی میکردم و فکر میکردم که همین برای من، ما هنوز وارد اجتماع نشده بودیم و ندیده بودیم، موقع شبکه مجازی به مثل الان نبود که شما ببینی همه چیز رو از پیش ناامید باشی. فکر میکردیم که این آینده ما رو میسازه به ضرس قاطع. تمام زندگیم درس و علمم بود. 10 سال در 2 جای دولتی کار کردم، دولتی و نیمه دولتی کار کردم و خلاصه براتون بکنم بعد از 10 سال دیدم که علم و دانش و تخصص جایگاه پایینی رو داره و موارد دیگه‌ای حاکم بر پیشرفت شماست. کسایی رو می آوردن بالا دستی من که اینا تخصص من رو نداشتم، فقط خب وصل بودن و می اومدن و من به مرور زمان طی این 10 سال به مرور زمان افسردگی گرفتم و احساس همیشه فکر می‌کردم که من باید جایگاه بهتری داشته باشم، اما هی نزول پیدا می‌کردم تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم کلا بذارم کنار تمام علم و تحصیلاتمو که محصله شاید بیشتر از 20 سال پژوهش و تلاش یک جوون بود، گذاشتم کنار و مدت زیادی و افسرده در منزل بودم و نمیدونستم که باید چیکار کنم. بارها تصمیم گرفته بودم که از ایران برم و در خارج از کشور ادامه تحصیل بدم، کاری که تمام دوستان بعد از فوق لیسانس کردن یا خیلیشون بعد لیسانس کردن و رفتن، ولی من باز تصمیمم این بود که بمونم و بسازم. من عاشق کشورم بودم، نمیخواستم که برم. شاید اگه میخواستم برم همون فردای فوق لیسانسم میرفتم که همه دوستام رفتن، همشون الان تو دانشگاه آمریکا و کانادا بهترین زندگی‌ها رو دارن، همشون پی اچ دی هاشون رو گرفتن، همشون حقوقای بالا دارن. منم میتونستم مثل اونا برم، کما اینکه یه مذاکرات اولیه هم کرده بودم با دانشگاه‌های آمریکایی، ولی منصرف شدم و به خودم میگفتم که میمونم، من کشور خودمو دوست دارم و میسازم. بعد از چند ماه تصمیم گرفتم که تو موسیقی کار کنم، کاری که سالها از بچگی دنبالش بودم و عاشقش بودم و گفتم این راهو انتخاب کنم. که موزیک راک موزیک بود که از بچگی از نوجوانیم پیگیرش بودم، می نواختم و خواستم که به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام بدم و استارتش رو به سختی زدم. به سختی، حالا دیگه توی یک جمله به شما میگم که به سختی و با هزار مشکل اولین مجوزم رو گرفتم و تونستم که فعالیت بکنم. خیلی زود خیلی مطرح شدم. در سال 93 و 94 و 95 بسیار مطرح شدم، طوری که کنسرتام توی چند ساعت سولد اوت میشد در سالن‌های مطرح تهران و خیلی زود مطرح شدم و از لحظه که مطرح شدم گارد بسیار زیادی چه از داخل و چه از مسئولین بر من شد و جلومو دیگه میگرفتن. دیگه من برای یک شب کنسرت باید 100 بار میرفتم و میومدم، از 100 جای مختلف و 100 جای مختلف منو میخواستم و صدها و دهها نمیشنیدم تا اینکه بتونم فعالیت بکنم، چون دیگه من مطرح شده بودم و دیگه جلوی من گرفته میشد. با انواع اقسام عناوین خطاب میشدم و جلوی کارم گرفته میشد، کاری که برایش سالها زحمت کشیده بودم و برای ساختش. و کرونا شد، بعد از در زمان کرونا که دیگه نمیتونستم فعالیت موسیقیایی بکنم، تصمیم گرفتم برند لباسی رو بزنم. برند لباسمو با ماها تلاش شبانه روزی، من آدمی هم که میبینید که چقدر آدم فعالی هم حتی تو سن 38 سالگی، ولی مجوز رسمی کار برند لباسمو نتونستم بگیرم به خاطر اینکه برند لباسم با عرف و فرهنگ و موازین اسلامی گویا لباسها سازگار نبود و من باید به صورت همینجوری یک کار اینترنتی و یک اینستایی کارمو انجام میدادم. من سرمایه زندگیمو براش گذاشته بودم و این باز هم یه ضربه به ضربه های دیگه از زندگیم اضافه کرد. بعد از کرونا دوباره برگشتم به اینکه بتونم فعالیت هنریمو به اجرا برسونم و کار موسیقیمو انجام بدم، اما آخرین اینو میخوام بهتون بگم که نذاشتن و 8 ماه گذشت برای یک شب کنسرت نتونستم مجوز اجرا بگیرم و آخرین جلسه ای که من با مدیر کل ارشاد استان تهران داشتم طوری ایشون رو دیدم که ناامید شدم که نمیتونم دیگه فعالیت بکنم و یه نه قاطع از نگاه کردم به فردی که این نه رو به من گفت متوجه شدم که دیگه نه و من نمیتونم سفره زندگیمو از هنرم که براش بیشتر از 20 و چند سال زحمت کشیدم تأمین کنم. چیکار کردم؟ هنر رو هم گذاشتم کنار و گفتم اوکی، تو 38 سالگی حالا از صفر سعی کنم که سفره زندگیمو از پلتفرم یوتیوب و از این کار در بیارم. یعنی شمایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردی در 18 سالگی که 20 سال بعد اینجوری باید چندین بار از صفر شروع کنی و تا جون مایه بذاری و کمکاری هم نکنی و سستی نکنی و در کار خودت بهترین هم باشی، ولی باز هم نذارن که کار کنی. من توی تمام این 38 سال زندگیم تو هر برهه‌ای دست به هر کاری زدم، توی اون کار بهترین بودم. همه چیش ثبت شده است که من چه اون موقعی که تو کار علم و دانش و تحصیلات بودم بهترین بودم و نخبه کشورم بودم و تاپ کار خودم بودم، چه اون زمانی که موسیقی کار کردم ولی جلوی من رو هم گرفتم و من بعد از 38 سال سن ول کردم و اینی که داری شما میبینی بسیار باعث اندوهه که با جوانای ما. من یک مثالم و میدونم که شماها هر کدومتون صدها و هزاران مثال هستین از این مثال که مانع پیشرفت و مانع رسیدن به اهداف ما برای ماهایی که کاری جز تلاش و پیشرفت و ما نه اغتشاشگر بودیم، ما نه طغیانگر بودیم، ما فقط افرادی بودیم که یا به واسطه علممون، به واسطه هنرمون، به واسطه تلاشمون میخواستیم که پیشرفت کنیم و زندگیمون رو بسازیم. حالا بچه‌ها سرتونم درد آوردن، من میخواستم این ترک رو در واقع ریاکشن و آنالیز بگیرم. ترک اندوهناکیه. من پیش از اینکه وارد ترک بشم میخوام براتون یه آنالیز خیلی ساده بگیرم که ببینیم که یکی از ارکان اندوهیش، حالا فراتر از یعنی ترانش که تمام دل ما 80 میلیون نفر و حالا شاید با نمیدونم نزدیک شاید بیشتر از 10 میلیون خارجیه، یعنی ایرانی مقیم خارج، ما شاید 90-100 میلیون باشیم، ما هم حرف مشترک همه ما هاست و درد مشترک همه ما هاست. من وارد ترانش نمیشم که ترانه چیزی جز اندوه حقیقت نداره. راجب موسیقی این ترک در گام دو دیز مینوره که حالا نمیخوام بگم بر اساس مقالات شوبرت، چون مقالات شوبرت و بقیه موزیسین ها و اصلا بذار کنار، بر اساس مقالات عشق و صمیمیت و صلح و صفا این دو دیز مینور برای این آهنگ چیزی جز عشق و میهم پرستی و چیزی جز عشق به مردم کشور نیست. در گام دو دیز مینور آکوردایی که داره دو دیز مینور براتون مینوازم، بعد درجه پنجم میشه. بارها قبلا راجعش صحبت کرده بودیم که اگه من از آکورد روت بیام درجه پنجم چقدر حس غم و حس تزکیه و تخلیه به آدم میده، و بعد فا دیز مینور و بعد دوباره سل دیز مینور. این 4 آکوردیه که در از این آهنگ ازشون استفاده کرده از اول تا آخر، و ملودی های وکالش هم همونطور که قبلا گفته بودیم برای اینکه زیباتر بکنه آهنگ ها رو و آهنگ های ما ساده و زیبا باشن، بهترین حالتش اینه که وقتی شما داری مثلا آکورد دو دیز مینور رو میزنی، ملودی وکالت هم از سنوت سازنده دو دیز مینور که در واقع دو دیز می و سل دیز هست استفاده بشه. یعنی تمام تأکیدهای کلماتش، تمام تأکیدها و ملودیهای وکالهای این تأکیدها تماما نوتهای تشکیلنده آکوردهایی که اون زیر داره مینوازه. این تحلیل ساده من بود، چون که این آهنگ اونقدر زیبایی ترانه و زیبایی وکال خوندن داره دیگه اصلا بر نمیتابه که شما بخوای المان به المان بکشیم وسط، ولی چون میدونستم که خیلی دوست دارن که بدونن از چه آکوردایی درست میشه، من خواستم که براتون توضیح بدم. میپردازیم به خود آهنگ. میدونم که همتون و هممون هر بار که این آهنگو گوش دادیم بغض گرفتمون، چون که این آهنگ درد مشترک هممونه و حرف دل هممون. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.